احنا راني جرامي وزير صحبة و معيناني محترم شام جنابي والي سيبي ولياتي بنشير علماء بزرگان و جواناني ولياتي بنشير قبل از همه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال هستیم که امروز در مجلس حضور داریم که اینجا علما جوانان مسئولین و منصوبین امارت اسلامی همه حضور دارند و با یکدیگر تبادل افکار میکنند و آنچه که مافی ضمیرشان هست در این مجلس برای دیگر ارائه میکنند. مجلس امروزی تحت عنوان ملت آسوده و نظام مسئول و همچنین به مناسبت توزیع تحایف تقدیرنامه برای اون عده از جوانایی که در مسابقات سیرت و تاریخ اسلام اشتراک نموده بودند برگزار گردیده است و واقعا مجلسی بسیار پر محتوا و پر مفهومی است که از یک طرف مسابقات سیرت و تاریخ اسلامی اینجا برگزار شده و بعد از اینکه شاگردای در این مسابقات ممتاز برآمدند، درجه دوم و سوم و چهارم کسب کردند، تحایف و تقدیرنامه ها برشان توزیع میشه اینجا و دیگر تحت نامی ملت آسوده و نظام مسئول برگزار شده که از یک طرف در رابطه با سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و تاریخ اسلام اینجا بحث می شود و از طرف دیگر در رابطه با مسئولیت حکومت و که در قبال ملت چی مسئولیت ها دارند و ما چگونه راهبرد و راهکارها را در پیش بگیریم که ملت رنجدیده افغانستان که سالهاست در آتش جنگهایی که از بیرون تحمیل شده، گاهی اشغالگرا عملا اینجا حمله کردند و کشور ما را تحت اشغال قرار دادند و علیه ازوا جهاد صورت گرفته و گاهی اونها به نیابت خودشان اینجا مردم ما را علیه یکدیگر درگیر ساختند و از جنگهای داخلی مردم ما رنج دیده، تکلیف دیده، با مشقت ها و مشکلات های گوناگونی دچار شدند و چگونه ما بتانیم که این ملت بعد از ای که این رنج ها، این تکالیف، این زحمات برداشت کردند و تحمل کردند و حالا افغانستان الحمدلله آزاد است، مستقل است، اداره حکومت اینجا به دست خود افغان هاست، توسط عساکر افغان ها فرزندای افغانستان تأمین امنیت می شود، چگونه این ملت ما واقعا آسودگی و آرامش را به دست بیارن زیر روی ازی بحث می شود. عزیزان گرامی، در صورتی که ما بتانیم که خود را به تاریخ رهبرمان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، به تاریخ زندگی از او و به سیرت از او خود را آشنا بسازیم، در این شکلی نیست که حکومت اگر سیرت و
طریقه زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خود الگو نمونه قرار بده، خود را در برابر ملتش مسئول میداند و ملت هم در صورت که خود را به سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم آشنا بسازد میداند که این در جامعه چی مسئولیت دارد. برادرای محترم، نظم مجلس هم مراعت کنه و سخنان گوش بده، انشاءالله تحایف برای هم اگه میرسد. چی مسئولیت داره و زندگی اجتماعیش چی طور باید جور بکنه؟ در این صورت هم حکومت و هم ملت شکلی که خود را یکی در قبال دیگر مسئول بدانند، در این شکلی نیست که او جامعه به طرف ترقی و تعالی حرکت میکنه و جامعه آباد و آرام میباشد. دشمنای اسلام همیشه کوشش کردند که ما را از او زندگی که اسلاف ما در صدر اسلام داشتند از او دور نگه بدارند و جوانای ما نسبت به او زندگی آشنایشان کم شود. به همین اساس بعد از یک مدت که مسلمان ها در دنیا صاحب عزت و عظمت و شان و شوکت بودند، بعد از یک دوره توانستند که مسلمان ها را شکلی بسازند که به زندگی ذلتبار و خفت و زبونی اینها خوشحال باشند و او را چی بکنند؟ قبول بکنند. شما تاریخ اسلام را مطالعه بکنید و شاید مطالعه کرده باشین و جوانایی که اینجا حضور دارند بعد از یک دوره که مسابقات تیر کردند و در این راستا معلومات حاصل کردند، معلومات بیشتر و درستر دارند. عربهایی که در تاریخ، در قرآن و در احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم واقعات عجایب و غرایبی از اونها چی می شود؟ ذکر می شود. خود در جامعه ازوا شکلی حکایت می شود که قبل از اسلام اصلا حیوانیت جای انسانیت را گرفته بود. در زندگی قبل از اسلام زندگی جهالت، هر زورگو بالای شخص بیزور هر آن چیزی که اراده میکرد او را تحمیل میکرد، مالش را به زور میگرفت. و زندگی دوره جاهلیت زندگی که اصلا انسان در حیرت میاندازد که چی رقم یک زندگی داشتن در معمق چاه زلالت و گمراهی فرو رفته بودند. هم قریب بود که انسانهای او جامعه همه تباه شوند و از بین بروند، هیچ چیز برشان نمانده بود، به دست خود چیزی را میساختند، خدای خود و او را چی میکردند؟ پرستش میکردند و عبادت میکردند. که این را الله رب العزت در قرآن کریم برشان منت میدهد، احسان بار میکند که الله برای شما تفضل کرد، منت کرد، احسان کرد برای شما که از ات زهالت جهالتی که آشکارا بود از او شما را نجات داد. چنانچه میفرماید لقد من الله علیکم اذ بعث فیکم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله رب العزة بر بالای شما منت کرد، احسان کرد، وقتی که بر شما از جنس خود شما پیغمبری را فرستاد که او بر شما آیات الله را تلاوت میکند و بر شما حکمت را تعلیم میدهد، اگر چی شما قبل از ای بودید در یک گمراهی بسیار آشکارا که او گمراهی را دیگه تاریخ را که مطالعه کرده باشید شکلی به تصویر میکشند که نمونه شما براتون پیشتر ارائه کردم که به دست خود گاه از سنگ، گاه از چوب، گاه از خمیر، از آرد خدا میساختند و او را چی میکردن؟ پرستش و عبادت میکردن. اگر چیزی
بسیار عجیب است، یک واقعه بسیار عجیب از واقع چی می شود ذکر می شود که از خمیر خدا می ساختن و او را پرستش و عبادت می کردن. باز یک کسی از او حکایت می کند که یک وقتی ما در یک سفر تجارتی می رفتیم، در اسنای راه توشه راه ما ختم شد، توشه راه ما که ختم شد، بعد از این ما جمع امو امراهان ما که در سفر بودیم کاروان تصمیم گرفتیم که هیچ چیزی دیگر نداریم بجز امین خدایی که جور کردگی استیم برای پرستش، بجز هیچ چیز دیگر نداریم، از گرسنگی میمیریم. باز تصمیم گرفتیم حالا این را ما میخوریم، از این استفاده میکنیم. بعد از اینکه باز بازگشتیم در منطقه و در وطن ما، باز وقت با برای خود خدای دیگری میسازیم و باز پرستش کنیم. و این واقعا یک چیزی عجیبی است، خنده آور است که ببینیم چگونه حیوانیت جای انسانیت را گرفته بود که وقتی که گرسنه می شود، چیزی را که به خاطر پرستش جور کرده و او را خدا می خواند و خدا میگه، او را می خورد. در همین حال بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم را در میان اینها الله رب العزت به پیامبری مبعوث کرد و فرستاد و ایره الله بالای از یامینت میگذارد که شما در این گمراهی آشکارا بودید، ما از این گمراهی شما را چی کردیم؟ نجات دادیم. زندگی و سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما چی بکنیم؟ مطالعه بکنیم. زندگی ابتدایی رسول الله علیه و سلم پر از تکلیف، مشقت، رنج، درد و الم بود. زندگی 13 ساله دوری مکی رسول الله صلی الله علیه و سلم که حتی کوشش میکردند که دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم شکل محصور نگاه بکنند که از امی مکه مکرمه به جای دیگه چی نکند؟ گسترش پیدا نکند. ولی آنچه که اراده الله باشد او تحقق پیدا میکند. حتما رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از 13 سال این دوره محاصره به مدینه منوره هجرت میکند و ابتدا مرحله ای که به مدینه منوره تشریف میبرند، اونجا اساس و بنیاد یک مسجد را میگذارند که امروز ما و شما به نام مسجد نبوی از اون نام میبریم. اساس و بنیاد همین مسجد را میگذارند. ولی این مسجد از لحاظ آبادی و تعمیر ظاهری مثل مساجد امروزی ما و شما واری نیست منقش و مزین باشه و دیوارهای آهنین و پختکاری داشته باشن، چنین نبود. دیوارهاش جای از کلوخ، گاهی از سنگ و جای هم از چوب خرما و چت و پوششی از این هم فقط چیسته از امو چوب خرما و پوست خرما است. حتی امروز کسایی که خانه چی دارن، خامه دارن، او را چی میکنن؟ کاغل میکنن، کاغل هم نبود. وقتی که باران میزد سطح مسجد زیری از زیره چی میکرد؟ تر میکرد باران، یعنی شکلی نبود که روی باران بگیرد. و فرشی از او ریگی همو سرزمینی چی بود؟ مدینه منوره بود فرش که بالای از او نماز بخواد. عزیزان گرامی، حرف میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا وقتی که هجرت کردند اساسی امی مسجد را، بنیاد این مسجد را گذاشتند. این مسجد تنها جایی نبود که اینجا نماز خوانده می شد و عبادت الله بزرگ می شد، بلکه علاوه بر این که در این مسجد نماز خوانده می شد، در این مسجد نماز خوانده می شد تمام امور مسلمین، امور سیاسی و نظامی و اقتصادی و همه امور مسلمین از اینجا چی می شد؟ اداره می شد و رهبریت می شد. به اصطلاح امروزی اگر بگیریم، این مسجد هم مسجد و عبادتگاه مسلمین بود، هم وزارت دفاع بود، هم وزارت امور داخله بود، هم وزارت اقتصاد بود، هم تمام امور مسلمین از همین مسجد چی میشد؟ اداره میشد. ولی از لحاظ ظاهری که ببینیم این مسجد چندان تعمیری نداشت. از لحاظ معنوی که فکر بکنیم، خجایی که از همین جا اسلام گسترش پیدا کرد در مدت بسیار کم، جزیره العرب از
وجود او جهال و از وجود مشرکین پاکسازی شد، در اینجا اساس و بنیاد حکومت اسلامی چی شد؟ نهاده شد. در همین 30 سال دوره خلافت همین مسجد بود که امو پایه های دو امپراتوری بزرگی که در دنیا اونها حکومت میکردن عبارت از فارس و روم بود، پایه های از او را متزلزل ساخت و او را از بین برد. جایگاه او کسایی که در اینجا حکومت میکردند و دعوای خدایی میکردند، جایگاه از وارا این نظام اسلامی گرفت. و همون شکلی که از اون نظام ها چقدر مردم ناراحت بودند، هر جا مردم صدا بالا میکردند و گروه گروه به دین اسلام داخل میشدند و اگر دین اسلام را هم قبول نمیکردند، کوشش میکردند که از عدالت اسلامی اینا چی شوند؟ بهره‌مند شوند. پس علامه اقبال یک شعر داره و او میگه که فقیران تا به مسجد صف کشیدند، گریبان شهنشاهان دریدند. چنین آتش چنان آتش درون سینه افس مسلمانان به درگاهان خزیدند. اما عربایی که من پیشتر واقعش براتون بیان کردم که قبلا هیچ چیز نداشتن، به سبب اسلام الله رب العزت بر یزیا عزت داد و اینها را حاکمان روی زمین گردانید. خب کلانترین امپراتوری های ظالم و جابر الله تبارک و تعالی به دست اینها از بین برد. ولی او وقتی که اینا عزت در غیر پیروی از محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم تلاش کردند که بیاوند فریبی مکر و حیله و نیرنگی غربی ها را خوردن و امروز ما میبینیم که اونا تیکه تیکه و پارچه پارچه شدن و روز بروز دشمنای از وا دشمنای مسلمان ها روز بروز قدم به قدم پیش میرود. قسمی که دیگه برادران پیشتر در این مورد چی کردن صحبت کردن. 70 سال است که مسلمان ها همه در مساجد و اماکن مقدسه دستهایشان بالا هست و دعا میکنند که یا الله رب العزت مسلمان های فلسطین از زیر ظلم و ستم تروریست های صهیونیستی نجات بده. ولی در 70 سال شاید تاریخ مطالعه بکنید، اوضاع خاور میانه را هر کس زیر نظر داشته باشد، ای 70 سال این چنین نشده است که حداقل دمو موقفی که اسرائیل اشغالگر قبلا قرار داشت دمو موقف باشد، بلکه قدم به قدم پیش می رود و سرزمین مسلمان ها را قبله اول مسلمان ها را او در اشغال خود در می آورد. و او طرف آمریکا که پشت سری اسرائیل قرار دارد، به هر کدامی از این کشورها پول میده، امکانات برشان برابر میکنه و برای از یایی تو ذهندهی میکنه برای جهان اسلام که فقط مشکل اینجا مشکل ما بین اسرائیل و فلسطین است. دهی نباید دیگران چی بکنن؟ دخالت بکنن. نباید دیگران صدا بلند بکنن. حالا ای که او طرف خودش پشت سری اسرائیل استاد است، شما دیدیم که نوهای جنگیش هم اونجا بود، تیاراتی بسیار پیشرفتن برش کمک کرد، اسلحه و امکاناتی نظامی زیادی برش هم کمک کرد و بایدن در اون روزای ابتدایی که از 7 اکتبر که جنگ شروع میشه او بر اسرائیل چی میکنن؟ سفر میکنن. بعد از اینکه از سفرش و پس میشه دفتن 107 میلیارد دلار برای جنگ فلسطین تخصیص میده که برای مردم برای اسرائیل چی شود؟ کمک شود. و شاید هم چیزی از اون را در اختیار نه حکام عرب قرار بده تا اینکه اینا چی نکنن؟ هیچ صداشون بالا نکنن. پس مسلمان باید همت داشته باشد.
مسلمان شجاعت داشته باشد. این ما و شما مسلمان ها برای دنیا ثابت کردیم و تجربه هم این برای ما ثابت ساخت که هر مسلمانی که به خاطر رضای الله حرکت بکند، او استقامت بکند، شکی نیست که یک روزی نصرت الله شامل حال عظیم می شود. روسا که به افغانستان حمله کردن، کسی از ژورنالیست های غربی می آمد اینجا اوضاع افغانستان بررسی می کرد و می دید حالات که در افغانستان چی حالت است، چی وضعیت است، مجاهدین در چی وضعیت قرار دارن و روسا در چی وضعیت قرار دارن. یکی از خبرگیرهای از اون طرف غرب که میره و از اون پرسان میکرد که در افغانستان چی حالت دیدی؟ این میگه حالتی را که من در افغانستان دیدم اصلا حالتی است که عقل بشر ایش دی کار نمیکنه و ای از تصور بشر بسیار بدور است. چرا یک طرف مجاهدین است و یک میل کلاشینکوف یا یک میل مارکول داره و برای خود هیچ سنگر نساخته، از عقب یک سنگ یا دیوار فیر میکنه و طرف دیگر نیروی شوروی هسته که با اسلحه و امکانات بسیار پیشرفته مجهز است، توپه ها داره، تانگه ها داره و برای خود خندقه ها کنده، سنگرهای بسیار چی برای خود جور کرده. ولی وقتی که میخواهیم که از این جنگ نتیجه گیری بکنیم، همون کسی که یک میل کلاشینکوف داره، یک میل کلاشینکوف با قدم به قدم پیش میره و رو به پیروزی است، و او کسی که تانگ و توپ داره و خندقای بسیار پیشرفته برای خود کنده و جور کرده، او در حال چی است؟ عقب نشینی است و عقب رفتن است. چیزی است که اصلا عقل اصلا هیچ نمیتونه که در این مورد چی بکند، فیصله بکند، از تصور بیخی به دور است. خو ایره اونها نمیدانستن که یک ذات مقتدر است که پشت سر این مردمی که غریب بیچاره بینوا هستند، به خاطر ویزای او ذات اینا صلاح برداشتند و حرکت کردند، او در نصرت در کمک و معاونت از ایا هستند. و نصرت الله بزرگ شامل حال مجاهدین شد و بالاخره روس از افغانستان شکست خود فرار کرد و رفت. ولی متاسفانه امو دشمنای قسم خورده ما مسلمان ها که از یک طرف در زمان روس خود را به ما دوست عنوان کردن، اینجا آمده بودن به نام از اینکه ما به شما کمک میکنیم تا اینکه وطنتون آزاد بکنید، ولی دسته هایشان اینجا دراز بود، اینا نخواستن که این سرزمین که بعد از یک دوره جهاد و مبارزه و مقاومت حالا صاحبی چی شده، استقلال شده و کشورشان آزاد کرد، اینجا یک حکومتی که خواست مردم این کشور است، او حکومت اینجا جور شوه و برای مردمش، برای مسلمان ها چی بکند، خدمت بکند، چون اینا از حکومت های اسلامی بسیار میترسن، بیم دارن، خوف دارن، این را نخواستن. و این مجاهدینی که رهبرای مجاهدینی که در دوره جهاد علیه روسا جهاد میکردن، اینا را یکی را علیه دیگر حرکت دادن، تحریک کردن، تیکه تیکه و پارچه پارچه کردن، جنگای داخلی اینجا شروع شد و انقریب که افغانستان چی میشد؟ تجزیه میشد، بنام اینوان چی می تقسیم میشد. خودری حالت باز باریه اینا دیدن که حالا مردم افغانستان تضعیف ساخته گیستن، اینا میتونن که خودشان با آسان افغانستان اشغال بکنن. امریکایی ها به افغانستان حمله کرد و افغانستان باز اینا چی کردن؟ تحت اشغال خود قرار دادن. در ابتدا مرحله ای که مجاهدین امارت اسلامی با تأسی از فرمان رهبری امارت اسلامی اینا حرکت کردند، جهاد علیه امریکایی ها و همپیمانانشان آغاز کردند. عزیزان گرامی، جوانان محترم، ایره یقین بکنید که اینا در مظلومیت و در محکومیت و مقهوریت و حتی همون دستگاه استخباراتیشان که در بین مردم چی قسم اینا را منفور ساخته بود، معرفی کرده بود برای مردم منفور. خو اینا کمتر از مسلمانهای امروزی که در غزه و فلسطین هستند، از او کمتر نبودند. فقط با یک میل کلاشینکوف، با یک شاجور مرمی، به محض رضای الله و با اتکا به الله و
و به امید نصرت و کمک و معاونت الله در برابر امی بزرگترین قدرتی که نه تنها خودی از این بر افغانستان حمله کرده بود، بلکه کشورهای زیادی را ایدهی با خود هم صدا و هم نوا ساخته بود، همه اینا یک جا به افغانستان چی کردن؟ حمله کردن، یورش آوردن و افغانستان اشغال کردن. با یک میل کلاشینکوف، با یک شاژور مرمی کسایی بود که در برابر از یا ایستاد شدن. اینا کسایی که در برابر این قدرت اشغالگر که به افغانستان حمله کرده بود جهاد کردن، برای از او بیشتر معلوم هست که چی نوع ظلمی نبود که بالای از یا روا نداشته باشد. ولی جهاد فقط به امید ای که نصرت الله یک روزی می آید، به امی امید پیش برده می شود. یک روز خام آخا نصرت الله شامل حال مجاهدین می شود، به امی امید و به امی آرزو جهاد به پیش برده می شود. از یک طرف دشمن تا بدندان مسلح بود، تیاره های بسیار پیشرفته داشت، کسی که حرکت می کرد شکلی که امروز اسرائیل در فلسطین و غزه بمباردمان میکنه، در او وقت در افغانستان هم مناطقی که مقاومت میکرد مبارزه میکرد در برابر امریکای عزی کمتر نبود. یعنی من شخصا خودم شاهد صحنه هستم که به خاطر از اینکه صدا بالا کرده بودیم که ما اشغال در افغانستان نمیخواهیم، افغانستانی آزاد میخواهیم، ما نمیخواهیم که او امریکایی که در فلسطین بالای برادرای فلسطینی ما اونجا ظلم میکند، سالانه میلیاردها دلار مصرف میکنه به خاطر اینکه صهیونیست‌ها اونا را بکشه، او در اینجا بیا یا بالای ما حکومت بکنه، اینا ما نمیخوایم. به خاطر همین شخصا خانه خود ما بارها چاپه زده شده و بهترین عضو خانواده ما در همین چاپه ای کفار شهید شده است و بارها مورد هدف بمهای تیاره از او قرار گرفته که چون در منطقه ما شما خانه گلی است، از گلی لای جور شده است تا یک کلوخ شم اما تا چی نمانده است و بود نمانده است. کفار در برابر مسلمان ها هیچگاه اینها رحم ندارد، سر و صدایی که براه می اندازند که مسئله یا به نام تحت عنوان حقوق بشر و اصولی را برای جنگشان هم حتی چی میکنند میگذارند، همون طوری که در اون زمان فقط با یک میل کلاشینکوف ما میخواستیم که از افغانستان چی بکنیم، از افغانستان ما دفاع بکنیم که افغانستان ما اشغال نشود. این کشور کشور اسلامی است، اکثریت مطلق 99% این مردم چیز هستن مسلمان هست الحمدلله، بجز حکومت اسلامی نظام اسلامی هیچ چیز را این مردم نمیخواهد. فقط به خاطر اینکه این صدا را بالا میکردیم نه اصول جنگی مراعات میشد، نه حقوق بشری بود، نه کدام گپ دیگر، فقط هر آن چیزی که در توان داشت بالای این مردم چی میکرد استعمال میکرد. این را ما و شما مردم افغانستان خودمان ما و شما چی کرده ایستیم؟ تجربه کرده ایستیم. ادعاهایی که دارن همه ادعا دروغین هستند. تجربه این را برای ما ثابت ساخته و ما درست میدانیم. مالی ببینید در افغانستان ما با یک میل کلاشینکوف مبارزه میکردیم که ما افغانستان را میخواهیم که آزاد بکنیم. قدوم کثیف کفار اینجا ما نمیخواهیم. به همین خاطر نام ما تروریست ها بود، تروریست های طالب. ولی او که مادر بمها اینجا استعمال میکرد فرق نمیکرد که اینجا نظامیست یا غیر نظامی، اینجا طفل است، اینجا زن است، موی سفید است، کیست، بلکه بمی 80 تنیش بالاش میورد میانداخت و نامی از او تروریست نبود و مدافع حقوق بشر بود. عین شکل این ظلم امروز در فلسطین و از مدت 70 سال تا به حال در فلسطین و در غزه بالای مسلمان ها چیز از سر روان است. او ممای 80 تنه نیم اتم بالای مسلمان های فلسطین استعمال میکند، از طرف بایدن
دفتن او مورد استقبال قرار میگیرد. کی حق اسرائیل داره که میگه که چی بکنه تروریست را بزنه؟ و کسایی که با یک میل کلاشینکوف اونا از سرزمینشان چی میکنن؟ حمایت میکنن از سرزمین مقدس قبله اول مسلمان ها دفاع میکنن، اونا نامشان تروریست هست. عزیزان گرامی، اشغال در مدت 20 سال که در افغانستان بوده کار زیادی کرده، اینجا در اذهان مردم زیاد کار کرده. کسایی که امروز از افغانستان فرار کردن، اونا فقط زندگیشانه در امو تحت چتر و سایه چی میدنن؟ اشغال میدیدن. بعد از اینکه اشغال ختم شد، در اینجا ظلم کرده بودن در مدت 20 سال بالای مردم، اموال مردم غصب کرده بودن، زمین های مردم غصب کرده بودن، جایداد مردم غصب کرده بودن، از ترسی از اینکه مبادا تحت پایگردی عدلی و قضایی قرار بگیرن، اون مظلومینی که حقشان ضایع کردن مبادا اونا سرشان دعوا بکنه، از ترسی همه از افغانستان فرار کردن. با وجودی که بارها از طرف امارات اسلامی افغانستان برشان اطمینان داده می شود که بگردید بیاید به افغانستان، اینجا سرزمینتون است، خاکتون است، شما زاده همین جا هستید، اولاد مسلمان هستید. کسای شما یک عمر در زمان جهاد علیه روسا در رهبریت جهاد قرار داشت، بیا اینجا، سرزمینت است اینجا، به خاطر آبادی سرزمینت کشورت تو کار بکن. ولی در زمان کفر افتیده و از اونجا مردم افغانستان دعوت به چی میتن؟ به این میتن که مردم افغانستان کشور را ترک بکنن و فرار بکنن. کسایی که 20 سال در زیر سایه اشغال کی؟ اشغال آمریکایی‌ها. اینمو آمریکایی که پشت سر فلسطین، پشت سر اسرائیل حالا ایستاد است، او برادرای فلسطینی ما را میکشن. ما یکی از جمله امو اهداف استعمار واقعا تقسیم چیز است مسلمان هاست. اینا تانیستم که در این مدت مسلمان ها را تقسیم بکنن، کسی را به نام عرب، کسی را به نام عجم، کسی را به نام فلان کشور، فلان کشور، فلان کشور، یک محدوده برای از او گذاشتن که این کشور مربوط فلان، این کشور مربوط این فلان، مربوط فلان، و رهبریت خودی از او چی کردن؟ به دست گرفتن. حالا در افغانستان هم دستای خود را دراز کردن، یعنی محدوده ای که نامی از زیر افغانستان گذاشتن. در همه هم اینا نمیخوام که این مردم متفق و متحد همه یک دست و یک پارچه اینجا زندگی بکنن، اینا اونا در اینجا نمیخوان. ما را اینجا هم تقسیم کردن، ما که بیاییم در افغانستان وقتی که اوضاع افغانستان را مطالعه بکنیم، ما را به سمت جنوب و شرق و شمال تقسیم کردن. ولی به همه که نام یک منطقه را شرق و جنوب و شمال و دیگر پشتون و ازبک و تاجیک و هزاره و دیگر دیگر گذاشتن، بایم ما را نگذاشته ایزنده مو ولایات خود ما هم کوشش کردن که ما را چی بکنن؟ ما را تقسیم بکنن. پس ای که امروز ما سر صدا میکنیم، صدا بالا میکنیم که الان مسلمان های فلسطین زیر چیز هستن، ظلم کفار هستن، زیر تعدی و تجاوز چی هستن؟ کفار هستن. از دست ما هیچ چیزی نمیاد، هیچ چیزی دیگه از دست ما عملا نمیاد. ما چی باید بکنیم برای برادرای مسلمان خود؟ و مو علت ما باید پیگیری بکنیم، علتش همیست که اونا ما را تقسیم کرده گیستن. ولی هر کس چی میکند؟ احساس مسئولیت نمیکند در برابر برادرای فلسطینش. اونجا در مرزش اردن است، اون طرف عمان است، اسرائیل است، مصر است، دیگه و دیگه است. ولی این شکلی که یهود قدم به قدم پیش میرود، او مسلمان های اردن و عمان و مصر افسوس که از این بیخبر است که هدفش تنها اسرائیل نشد، قدم به قدم بعد از اینکه او را ختم که به طرف ایتام چی بکنن؟ حرکت بکنن. از این او مسلمان ها چیز هستن؟ بیخبر هستن. پس ما مسلمان های افغانستان باید آگاه باشیم، با خبر شویم. هر ادعایی که کفار میکنه در رابطه با حقوق بشر سر و صدا بالا میکنه، این ادعای از او دروغ است. تحت این نام، تحت همین نام ادعای دروغین حقوق بشر، اینا ابزار ظلم و ستم و وحشیگری و تعدی و تجاوز بالای ما مسلمان ها قرار گرفته هستند. بالای ما ظلم میکنن، از هیچ نوع وحشتی دستبردار نیستن، ولی نامش هم ماندن چیز هستن؟ حقوق بشر. اگر مسئله
اگر موضوع موضوع حقوق بشر باشد و او کسایی که طفلی گهواره که در فلسطین زیر بم نیم اتم اسرائیل تیکه تیکه و پارچه پارچه می شود، او بشر نیست؟ کدام یکی؟ کدام یکی از همین سازمان های حقوق بشر تا حال صدا بالا کرده که امو طفل امو خو بشر است، او خو مسلمان است، انسان است؟ مثلا مسلمان خو با مسلمان اینا دشمنی سرسخت دستم، ولی انسان است. چرا بالای عزیز دلم می شود؟ هیچ یکی از سازمان های حقوق بشر ما نمیبینیم که صدا بالا بکره. فقط تحت نام حقوق بشر ما گفتم که یک ابزار ظلم و ستم و وحشیگری و وحشت بالای ما مسلمان ها قرار گرفته هستند. بالای ما چی میکنند؟ ظلم میکنند. پس مسلمان های ملت مسلمان و مؤمن افغانستان ما باید بیدار باشند، باید متوجه باشند در این راستا که اینمو کفاری که دیروز بالای ما ظلم میکنند در افغانستان، امروز بالای مسلمان های غزه و مسلمان های فلسطین ظلم کرده هستند. و راه نجات که از این وحشیگری های کفار ما نجات بیان چیست؟ ایست که ما متبع و پیروی درست محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم جور شویم، از او پیروی بکنیم. پیامبر ما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم از لحاظ همت عالی، شجاعت و قهرمانی از هر لحاظ نظیرش تا حال در دنیا هیچ کس ندیده و نمیدونه. در یکی از چیه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه وقتی یک قهرمان، یک با قهرمان، یک فرمانده امو غیرت و شجاعتش وقتی ظاهر میشود که او در برابر دشمن قرار بگیره و شکست بخوره. یکی هر وقت پیروز باشد لشکرش، باز در او قهرمانی و شجاعت یک فرمانده هیچگاه ظاهر نمی شود. در جمله جنگ هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اونها شرکت داشتن، در جمله غزوات، در دو غزوه رسول الله صلی الله علیه و سلم لشکرشان ظاهرا در ابتدا با شکست مواجه شده، یکی غزوه احد است و دوم غزوه حنین یا غزوه حنین است. خود در این دو غزوه ظاهرا در ابتدا مسلمان ها به شکست مواجه شدند. در غزوه احد شاید سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم تاریخش مطالعه کرده باشند که وقتی که خود ظاهر کفار پیشروی میکنند، لشکری مسلمین صحابه کرام شکست میخورند، با 10 نفر رسول الله صلی الله علیه و سلم در میدان و معرکه کارزار باقی میماند و به طرف مسلمان ها صدا میکند که الی عباد الله، به طرف ما بیایید بندگان خدا. در غزوه حنین در تاریخ رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین میاد که وقتی که لشکر 1000 نفری مسلمین با یک کمینی که به شکل بسیار تکتیکی از طرف دشمن افراز شده بود دیگه مواجه میشوند و لشکر مسلمان ها در ابتدا مرحله پشت میگردانند به طرف دشمن. در این حالت رسول الله صلی الله علیه و سلم در شطر خود سوار بودند، از شطر پیاده میشوند، به طرف دشمن پیاده حرکت میکنند و با افتخار ایتو میگه که انا ابن عبد المطلب و انا النبی الله کذیب، ما فرزند عبد المطلب هستم و ما پیغمبر هستم. در چی نیست؟ ای دروغ نیست، ادعای دروغی نیست. و عباس رضی الله عنه میگه که تو صدا بکن، صدا بلند است به طرف مسلمان ها که الی عباد الله، به طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم بنده افتخار الی عباد الله گفته چی میکنن؟ صدا میکنن در این دو حالت. پس ما مسلمان ها باید همت داشته باشیم، هر قدری که همت ما باشه به ما انداز الله رب العزت با ما نصرت میکنه، تعاون و همکاری الله شامل حال ما میشه. همت عالی و همت بلند ما باید داشته باشیم. این همت عالی و همت بلند مردم مسلمان افغانستان بود که ابر قدرت ها به اینجا حمله کرد، ولی این مردم با همت عالی در برابرشون ایستاد شد و از اینجا شکست خوردن، رسوا و ذلیل رفتن. اینا ما برای مسلمان های فلسطین،
برای مسلمان های غزه هم اگر کل حکام به نام اسلامی اگر جوابتان بده، ما برای از وای هم میگیم که شما همت بکنید. در این شک نیست که نصرت الله شامل حال شما میشود و او یهودی که الله میگه ضربت علیهم الذله والمسکنه، او یهود ذلیل است، الله رب العزت لباس خاری و ذلت به اونا پوشانده است، اونا تا ابد ذلیل و خوار هستند. به اینکه امریکا یک چند روز پیش سرشون استاد شده، یک روز او هم خسته و مانده و پرته و میشود میره و عاقبت امر پیروزی از آن برادرای مسلمانی ما در فلسطین در چی است؟ در غزه است. و ما مسلمان ها اینجا به سطح کشور خود لازم و ضرور است که اتفاق، اتحاد، وحدت و همبستگی خود را حفظ بکنیم، فریب توطئه و تبلیغات دشمنای اسلام را نخریم که در حقیقت اونا ابتدا کوشش میکنن که ما را از هم جدا بکنن و بعد از اون ضربه بزنن. حالا چانس خوب بسیار خوبی برای مردم افغانستان میسر شده، الحمدلله جنگ دامنش از افغانستان برچیده شد، نیروهای امنیتی و دفاعی شما به خدمت شما هستند، به خاطر تأمین امنیت شما هستند، هر جا که حرکت میکنن به خاطر از حرکت میکنن که از جنگ جلوگیری بکنن. مبادا مخربایی که فرار کنن بیرون از افغانستان در امریکا میره و در اونجا یک جبهه میسازه به نام جبهه متحد، یک پنج نفر در امریکا جمع میشوه، دیگه چهار تا همو چیارا جمع میکنه، رسانه ها را جمع میکنه، در حضوری از وای یک فیلم میگیره و اعلام میکنه که ما جبهه متحد دی افغانستان هستیم. یکش میگه جبهه متحد برای نجات افغانستان هستیم. از کی نجات میدی؟ در 20 سال با امریکا تو مقابله نکردی، مبارزه نکردی، کسایی که اینجا آمده بودن وطن تا اشغال کرده بودن، از هر نگاه اشغال کرده بودن وطن ده. اشغال اقتصادی هم این وطن ما شده بود. هیچ افغانستان در 20 سال او میگه که یک تریلیون دلار بیشتر مصرف کردم در اینجا در افغانستان، ولی افغانستان هیچ آبادی نشد در اینجا، هیچ چیز نشد مردم ما. چرا؟ اینا استقلال اقتصادی نداشتن. حالا الحمدلله زمینه برای از این مسائل هست. در بیرون توطئه و تبلیغات میکنم. من چند روز پیش با یکی از تجارهای ملی چی داشتم؟ یک ملاقات داشتم. او دستی خناش گفت که پیش از اینکه ما به افغانستان بیاییم افغانستان برای ما یک بقا جور کرده بودن که اونجا شاید به مجردی که ما داخل شویم گرفتار شویم و همه سرمایه و زندگی ما از پیشمان گرفته شود. ولی اینجا که ما آمدیم، او میگه که در زمان جمهوریت ما در سال $100,000 چی میکردم؟ مصرف میکردم برای امو سیستم امنیتی و سکیوریتی خلاف. برای وزارت داخله میگم ما میدادیم. و اینجا آمدم الحمدلله امروز هیچ نوع تشویشی ندارم. در 20 سال جمهوریت گفت 5 مرتبه من اختطاف شده بودم. که از پیشم پول گرفته شده بود باز رها شدم. ولی الحمدلله آمدم. یک دو نفر محافظ دارم با خود. با دو نفر محافظ هر جای افغانستان گشتم دیدم با مردم شیشتم. و حالا ما اطمینان پیدا کردیم، تجربه زیادی هم اطمینان داده گیستیم و انشاءالله العزیز کلش به افغانستان برمیگردن. همی نتیجه از این باز ایره گفت که همی ثبات پولی افغانستان و چقدر دلار پایین آمد، نتیجهش همی بود که برای تجارت اطمینان داده شد که حالا افغانستان یک جایگاه امن است برای شما. اینجا بیایید، اینجا سرمایه گذاری بکنید و وقتی که شما اینجا بیایید سرمایه گذاری بکنید. پس فریب توطئه و تبلیغاتی دشمنای اسلام ما نخریم. همیشه دشمنای اسلام کوشش میکنن که ما را متفرق بسازن، به نام این و آن ما را تقسیم بکنن، سمت شمال از ما چی بکنن جدا بکنن، سمت جنوب از ما جدا بکنن، سمت شرق از ما جدا بکنن و باز بیان تاجیک، پشتون، هزاره دیگه و دیگه ما را چی بکنن تقسیم بکنن. ما هم از این مسلمان هستیم و مسلمان برادری مسلمان هستند. در اسلام اصلا مرز نمیشناسه. اسلام اصلا قوم، نژاد، منطقه، این چیزا را اصلا نمیشناسه. واقعا او دردی را که ما در متعلق با خودمان احساس میکردیم، یعنی 2 سال پیش که مورد هدف کفار ما قرار میگرفتیم اینجا، امو دردی را که احساس میکردیم، امو درد امروز ما در متعلق برادرای فلسطینی ما چی میکنیم؟ احساس میکنیم. و کسی که واقعا احساس نکنه مسلمان کامل نیست. بیشتر از این
دیگه بزرگان هم حضور دارن، ممکن سخنرانی داشته باشن، ما وقت شما رو نمیگیرم. سخنرانی خدا به پایان میرسونم، خدا کنه که خسته و ملال کم نکرده باشم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.